روزی تولد پیامبر علیه السلام مرادف با روزی وفات است. دوشنبه تولد و دوشنبه چیست؟ وفات. روزی وفات چطور است؟ بزرگترین مصیبت و مصیبتی که صحابه عقل خود گم میکنه، عمر واری شخصیت میگه کسی که گفت که پیغمبر وفات کرده ما گردنش بشه میزنم. و یک آواز شیطان و یک آواز شیطان که نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام از دنیا رفت، صحابه شمشیر را از دستش میفته. مصیبتی بزرگ. قدر و قیمت وجود پیغمبر علیه السلام از صحابه درک کرده بود. د کابل خروولی دا کلتوري چرایا سات د میلاد نبی ورځ د شاندار مراسم په ترڅ کې ول منځله. په دې غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت وان ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د کابل خروولی د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور، د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد، دیني عالمانو، شاعرانو او لیکوالانو، د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو او د سیمې یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. ورپسې د افغانستان اسلامي امارت وان ښاغلي ذبیح الله مجاهد د میلاد نبی ورځ د اهمیت په اړه خپله وینا له ګډونوالو سره شریکه کړه. يدعوك للياس جناب تو کی دا او تلا جشن میگیری؟ از هر طرف گوشت و پلو برات میرسه، اظهار خوشحالی و تولد پیغمبر میکنی، با وفات پیغمبر هم نظر کرده. نگام تو چی میگه؟ کار بد خو نیست. این حال اینمی تجلیل کردن از میلاد نبی سوسم نیست، مولد نبی، روز تولد رسول الله، میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله. خب از نگاه تاریخی اینا با ما شمای رسیدگی است که رسول الله صلی الله علیه و آله بعد نگاه میلادی در 571 میلادی تولد شده. 571 حال 2015 است. و این کدام روز بود؟ روز 12، بعضی میگن 9، بعضی میگن 10، بعضی میگن 11، 12، و اکثریت 12 ربیع الاول. فعلا ما شما در 7 ربیع الاول قرار دارید. در اکثریت سرزمین های اسلامی از این روز از اول ربیع الاول شروع میشه، تجلیل میلاد. رسول الله هم روز تولدش نزدیک است دیگه، شروع مجلس ها و خواندن ها و شعر و شاعری و پلو و چلا و یک حال است. از اول 12 اول خفتم از اول شروع میکنه. بعد 12مش دیگه بیخی، حتی حکومت ها و کلش میان و میشینن و گپ میزنن و رخصت میکنن این روز و ساتیری میکنن، لباس های خوب هم میپوشن، یه خوشحالت یک روز جشن میگیرن. مثل که روز تولد مسیح عیسی یا میکنن یا میتون میکنن. این حال ما شما ای را ببینیم که آیا اینمی عمل مشروع است در اسلام است یا نه، حکمش چیست؟ قبلا نظر با او دلایلی که ما براتان گفتیم که ما شما به خاطر عبادت الله پیدا شدیم، ولی به مو عبادتی که به طریقه باشد که الله به ما و شما وحی کردگی است و رسول الله هم او را بیان کردگی است، پیامبران او را بیان کرده، خصوصا خاتم النبی. اگر به او طریقه نبود بازو گفتیم چی است؟ بدعت است، دلالت است، گمراهی است و چیز حرام است. اینال اینمی میلاد چیزی است که رسول الله صلی الله خودش این روز خود تجلیل نکردگی است. همین قسمی که چیز بکنن مجلس بگیر و پلو پخته کو صفت ها را بیان کرده برو، باز خودش بشینه مردم صفت هایش را گفته برو، ای تو نکنه. هیچ کدام حدیث ما نداره، نه کدام حدیث قولی است که به زبان گفته باشه، نه عملی است که عملا کرده باشه، و نه تاییدی است که پیشروش کسی کرده باشه، پیامبر صلی الله علیه و آله سکوت کرده باشه. اگر کسی داره دلیل بیاره به ما نشان بده که ما هم بگویم خیر ببینی اینا به ما آوردی. یکم تا میگه روزه خو میگرفت، میگه روز تولد ما، خب بگی روزه تا دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفت، اگر دم دوشنبه برابر شدی بگی دیگه. پیغمبر صلی الله دوشنبه را میگرفت، در حالی که او دوش هر دوشنبه را که او میگرفت او دوشنبه خو نبود، دوشنبه ها فرق میکرد. رسول الله هم دم دوشنبه 12 ربیع الاول پیدا شد. بعضی وقت دوشنبه گفت دوشنبه امروز دوشنبه را روزه میگرفت و دلالت به یوم نمیکرد که امروز تولد، میتونه بو سال یک روز روزه بگیره، دو دوشنبه را هر هفته روزه میگیره. یک دلیل شما بیان کردم، بگر دوشنبه را روزه میگیری ثواب است. یک تجلیل یک قسم کارا کرده نه. خب خلفای راشدین که رسول الله هم میگه به سنت خلفای راشدین، آیا ابو بکر عمر کار کرده؟ نه، کدام دلیل اثر وجود نداره. ابو بکر با وجودی که
یار اول رسول الله سلام خلیفه اول رسول الله سلام با رسول الله سلام در همه مشکلات دعوت بود. عمر رضی الله عنه در عین وقت این خسران رسول الله سلام است. ابوبکر هم دختر خود به رسول الله سلام داده گیست، یعنی خویشاوندی بسیار نزدیک داره، عایشه رضی الله عنها. و عمر رضی الله عنه هم دختر خود که حفصه است بر رسول الله سلام داده گیست. ولی باسه که از نگاه خویشاوندی هم باید میکرد. اگر بگوی پای پول و پیسه نبود، رسول الله سلام رئیس دولت شد در مدینه ای کار نکرد. جزیره عرب فتح شد، یمن و بحرین و اینجا فتح شد، بسیار پول و پیسه آمد، پای مرسا می کار نکرد. ابوبکر صدیق عین عراق فتح کرد ولی کار نکرد. عمر و زانو هر دو امپراتوری دنیا را شکست داد. مسلمان ها در خلافت عمر رضی الله عنه اکثریت جهان رهبری کردن، اول قدرت دنیا شد، ابر قدرت. ولی عمر و زانو نکرد این کار، یعنی کار انجام نداد. پس از این چی فهمیده میشه؟ که سنت نبوده، عبادت نبوده، مستحب نبوده و ثواب نداشته. اگر ثواب میداشت با این باز سلام این کار میکرد. ابوبکر صدیق با وجودی که خسر رسول الله سلام از این کار انجام نداده، عمر رضی الله عنه انجام نداده. اگر کسی میاد داده و اثر با ما بیاره. یک روز یک کسی مرا گفت استاد لطفا از میلاد مخالفت نکنیم. گفتم چرا برادر عزیز؟ گفت به خاطر از اینکه اگر شما از میلاد مخالفت میکنین باز پیغمبر فراموش مردم میشه، باید که یک روزی در سال یاد بود شود. مفتون درست است، شما حق داریم این کار را بکنیم، ولی ما این حق نداریم. چرا شما این حق داریم و ما این حق نداریم؟ مفتون به خاطر شما 364 روز پیغمبر صلی الله علیه و آله فراموش کردین، حالا اگر یک روز یاد بود نشه بیخی چی میشه؟ یادتان میره. برای شما بسیار خوب است، شما این کار را بکنیم. برای ما چرا؟ چون ما هر روز وقتی که از خواب میخیزیم و یاد رسول الله صلی الله علیه و آله از خواب میخیزیم. وقتی که به خواب میریم به یاد رسول الله صلی الله علیه و آله به خواب میریم، سنت های پیغمبر را تطبیق کرده باز خواب میکنیم. وقتی که نان میخوریم به یاد ماست که پیغمبر خواستن با کدام دست غذا میخورد، با چند انگشت خود غذا میخورد، چه قسم در آغاز غذا خوردن چی میگفت، آب که مینوشیم. امو مرکزایی که بدعت ها را ایجاد میکنن برای از پیشون سوال کنه، شما را به الله قسم مریدای خیلی زیاد داره، دمونجا که تجلیل کرده هیا هی گفته هیا هی. در مرکزی تان قرآن ترجمه میشه، درس حدیث وجود داره، یه ذکر و عبادتی که شما میکنه از کجا آمده، در کدام حدیث ذکر است، در کدام آیت قرآن کریم اشاره به این گفا شده. بگوی مدح پیری خدا بکو، کامل و مکمل است، قیوم زمان است، متصرف است، در یک لحظه مردم را رسانده میتونه. پیغمبر 23 سال صحابه را تربیت میداد، دور رسانده نمیتونست، حالی پیرا پیدا شده در یک روز میرسونه. همه عبادات هم از پیشش معاف میکنه، در کابلتان وجود ندارم یالی. عجیب است. به این کتاب الله بشیریم، آیت قرآن کریم خامو بود، صحابه خامی تفسیر میکنه. قتاده رحمه الله میگه فضل الله متعال اسلام است، رحمتش قرآن است. بله بعضی تفاصیل گرفته باشه، وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میگیم بالکل رحمت است. چرا؟ لیکن بیادرکم تو باید یک کمی قرآن مطالعه بکنی. اگر قرآن مطالعه نکنی باز دیگه جنجال است. قرآن در یک جایم به ولادت پیغمبر اشاره نکرد. یک آیت بر ما کسی نشان بده که آیت اشاره به ولادت کرده. بله قرآن اشاره به چی کرده؟ که احسان خدا میمانه. سوره آل عمران الله متعال بر ما میفرما لقد من الله علی المؤمنین، یقینا احسان بزرگ گذاشته الله متعال، منت گذاشته الله متعال بالای مؤمنا. چی منت گذاشته؟ از بعث فیهم رسولا من به خاطر که در بین خودشان یک پیغمبر عظیم شان روان کده فرستاده. یتلو علیهم این منت و احسان به خاطر چیست؟ پیغمبر چی کمال داره؟ کمالش در این گپاست که این ملت جمع کرد سر کتاب الله، یتلو علیهم آیاتی تلاوت میکنه آیات الله را بالاشان و یزکیهم یار از هر نوع لوث و گندگی و عقاید غلط و مزخرف پاک میسازه و یعلمهم الکتاب سری مقاصد کتاب الله یار تعلیم میده و الحکمت تطبیق عملی در زندگی میکنه. حدیث پیامبر تشریح قرآن کریم است و این کان من قبل لفی ضلال مبین. همی مردم پیش از بعثت پیامبر در گمراهی آشکارا بود. کاش که تو جناب عالم میفهمیدی که بیا وجود پیامبر علیه السلام رحمت است. و الله کدام چیزیش رحمت گفته؟ خود قرآن میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
الله نگفته و ما اوجدناک و ما ولدناک، ما تو را تولد نکردیم، ما تو را پیدا نکردیم مگر رحمت برای عالمین. میگه و ما ارسلناک، ما تو را پیغمبر نکردیم. رحمت در پیغمبریش است نه در ولادتش. جناب کاش که تو یاد داشته باشی قدر گپار قرآن بدون. يا حسنه ذاك العطاء المتنوعين.